دوستان عزیز سلام، همانطور که می دانید تمام ادیان به غیر از دین مسیح رفتن به بهشت و دوزخ را به شرایط گوناگون مقید می کنند. این ادیان به طور مثال رفتن به بهشت را به شرایطی چون گناه نکردن، از حرام دوری جستن، دعا کردن، نماز خواندن، دروغ نگفتن، روزه گرفتن، مهربان بودن، صدقه دادن و کار نیکو کردن غالب می دهند. اگر به طور واقعی به این شرایط توجه کنید، هیچ انسانی در حقیقت قادر نیست 100% و دائم به این شرایط که به نامهای گفتار نیک، کردار نیک و پندار نیک خوانده شدند بپردازد. در حقیقت مطابق قانون این ادیان و اگر مثال یک ترازو را بیاوریم، کفه ترازوی گناهان شما همیشه سنگین‌تر از کفه بیگناهی خواهد بود و نتیجتاً در روز رستاخیز و روز قیامت و به علت سنگینی گناهان همگان به دوزخ خواهند رفت. اما در دین مسیح و مطابق انجیل مقدس همه انسان‌ها قادر خواهند بود که از رفتن به دوزخ بپرهیزند و به بهشت جاویدان بروند. و در حقیقت این یک خبر خوش و خبر نیکوست. همانطور که می دانید دین مسیح و انجیل مقدس گفتار نیک، کردار نیک و پندار نیک را تصدیق، تشویق و تمجید می کند. خدا عیسی مسیح به ما میگوید که از گناه کردن بپرهیزید و راه صداقت و نیکوکاری را پیشه کنید. اما این اعمال، شرایط و شیوه ها برای رفتن به بهشت جاویدان کافی نیست. انجیل مقدس میگوید که گناه بندگان به خاطر انسان بودن از صداقت و پرهیزکاری آنها بیشتر خواهد بود و در نتیجه گناه بندگان آنها را به دوزخ خواهد فرستاد. لذا مطابق گفته های خدا عیسی مسیح و مطابق انجیل مقدس فقط یک راه و طریقه وجود دارد تا همگان به بهشت جاویدان بروند. این طریقه قبولی و باور داشتن این است که عیسی مسیح خدای یگانه ماست که به صورت خدای پدر، خدای پسر و روح مقدس به انسانها ظاهر شده. در کتاب یوحنا فصل اول و سوره اول آمده است که در ابتدا کلمه بود، کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. یک مثال ساده برای درک کردن پدیده خداوند ترکیب شیمیایی آب است. آب از دو هیدروژن و یک اکسیژن تشکیل شده است. همچنین در کتاب یوحنا فصل اول سوره 14 چنین آمده است: کلمه انسان شد و در میان ما ساکن گردید. ما شکوه و جلالش را دیدیم، شکوه و جلالی شایسته، فرزند یگانه‌زاد پدر و پر از فیض و راستی. عیسی مسیح برای گناهان، نادرستی و گمراهی انسان‌ها مرد. انجیل مقدس در کتاب یوحنا فصل سوم سوره 16 چنین می‌گوید: زیرا خدا جهانیان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه زاد خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه حیات جاویدان یابد. عیسی مسیح مرد تا جان و خون خود را به صورت یک هدیه به کسانی بدهد که او را قبول کرده و به او ایمان آوردند. به وسیله این هدیه خدایی و ایمان به مسیح، بندگان به صورت رایگان و بدون هیچ شرایطی به بهشت جاویدان خواهند رفت. در اینجا من می‌خواهم راه رفتن به بهشت جاویدان را مطابق خدا
و به وسیله انجیل مقدس به شما دوستان عزیز معرفی کنم. نکته اول، قبول کنید که شما یک گناهکار هستید. در انجیل مقدس فصل سوم کتاب رومیان سوره 29 چنین آمده: همه گناه کردند و از جلال خدا محرومند. و در همین فصل سوره 10 چنین آمده: حتی یک نفر نیست که کاملا نیک و بیگناه باشد. نکته دوم، درک کنید که مجازات گناه کردن رفتن به دوزخ جاویدان است. در انجیل مقدس فصل 6 سوره 23 چنین آمده: مزدی که برای گناهکاری به دست خواهد آورد مرگ جاویدان است. مزدی که برای گناهکاری به دست خواهد آورد مرگ جاویدان است. اما خدا به کسانی که با خداوند ما عیسی مسیح متحد هستند و به او ایمان آورند هدیه حیات و زندگی جاویدان می بخشند. مجدداً تکرار می کنم، در انجیل مقدس فصل 6 سوره 23 چنین آمده: مزدی که برای گناهکاری به دست خواهد آمد مرگ جاویدان است. اما خدا به کسانی که با خداوند ما عیسی مسیح متحد هستند و به او ایمان آوردن هدیه حیات و زندگی جاویدان می بخشن. همچنین در کتاب مکاشفه فصل 20 سوره 14 چنین آمده: و مرگ و دوزخ را با دریاچه ای از آتش غالب می دهند. این مرگ در دوزخ مردن دوم است. دریاچه آتش همان جهنمه و مرگ و دوزخ را با دریاچه ای از آتش غالب می دهند. این مرگ در دوزخ مردن دوم است. نکته سوم، باور کنید که عیسی مسیح فوت شد، با آرامگاه سپرده شد و مجدداً زنده شد تا بهای گناهان شما را به صورت هدیه خون خود بپردازد. در انجیل مقدس کتاب رومیان فصل 5 سوره 8 چنین است: اما خدا عیسی مسیح با محبتش ما را تقدیر می کند، هر آنچه که ما هنوز گناهکار هستیم. اما خدا عیسی مسیح با محبتش ما را تقدیر می کند، هر آنچه ما هنوز گناهکار هستیم. عیسی مسیح به خاطر ما بندگان مرده است. همچنین در کتاب یوحنا فصل 11 سوره 25 انجیل مقدس از قول عیسی مسیح چنین روایت می کند: عیسی به او گفت: من رستاخیز و حیات هستم، هر که به من ایمان آورد اگر مرده باشد زنده خواهد گردید. نکته چهارم، قبول کن که هدیه رایگان حیات جاویدان را تنها به وسیله باور کردن و ایمان آوردن به عیسی مسیح به دست خواهید آورد. در انجیل مقدس کتاب رومیان فصل 6 سوره 23 چنین آمده است: اما خداوند حیات جاویدان را به وسیله عیسی مسیح خدای ما به ما هدیه می کند. همچنین در کتاب یوحنا فصل 5 سوره 24 چنین آمده: به راستی و در واقع من به شما می گویم، آن کسی که خدای مرا شنیده است و مرا باور کند دارای حیات جاویدان می شود. او هرگز محکوم نخواهد شد، بلکه از مرگ رهایی و به زندگی جاویدان رسیده است. نکته پنجم، به صورت دعا از عیسی مسیح بخواهید تا
شما را از دوزخ و مرگ دوم نجات بدهد و به شما حیات جاویدان ببخشد. در کتاب رومیان فصل دهم سوره 9 چنین آمده است: هر کس به زبان خود اعتراف و اقرار کند و در قلب خود باور کند که خدای پدر پسرش عیسی مسیح را از مردگان به زندگان آورد، نجات خواهد یافت. بنابراین و در خاتمه، دوستان عزیز، از شما می خواهم که اگر به گفته های خدای عیسی مسیح اعتقاد دارید و می خواهید از خداوند هدیه حیات جاویدان را به دست آورید، یک لحظه به خدا تفکر کرده و با من دعا کنید تا عیسی مسیح شما را بشنود. دوستان عزیز، لطفاً بعد از من تکرار کنید. خدای عزیز، من می خواهم فرزند تو باشم. من قبول می کنم و ایمان دارم که تو عیسی مسیح از مرگ زنده شدی. من تو را به عنوان نجات دهنده خود و خدای خود قبول دارم. من قبول می کنم که نجات من از گناه های من فقط از راه ایمان آوردن به تو و به صورت یک هدیه رایگان امکان دارد. من قبول دارم که من نجات داده شدم. من قبول دارم که عیسی مسیح خداوند من است. من قبول دارم که عیسی مسیح نجات دهنده من است. خدای پدر، مرا نجات بده و به من حیات جاویدان عطا کن. مجدداً خدای پدر، مرا نجات بده و به من حیات جاویدان عطا کن. حالا و در این لحظه من آماده هستم. شکرگزار تو هم. آمین.